درود به همه شما همراهان همیشگی پرژن عبار. من نسیم هستم از هلند و امروز مهمانانی داریم از امریکا در خدمتشون هستیم و بیشتر از این شما رو منتظر نمیذاریم. جناب بزرگمهر و همسرشون خانم فریده. سلام میکنم خدمت شما جناب بزرگمهر و فریده عزیز. سلامی داشته باشیم با بینندگان ما تا به ادامه مصاحبه رو بپردازیم. درود بر شما نسیم عزیز که اسم زیبایی و برازنده ایم حتما داری نسیم زیبای از ایران. برای منم علی بزرگمهر هستم، زیبانگارم و نقاش شعر، از لس آنجلس با شما صحبت میکنم. از همینجا درود میفرستم به همه شنوندگان و بینندگان شما در سراسر جهان و همه عاشقان آزادی و آبادی ایران. اجازه بدین از همینجا به اهالی نیشابور همشهریان خودم درود بفرستم و هم به اهالی رشت که همسرم ما رو اونجاست. در خدمت شما هستم. بسیار عالی، خوش آمدید به برنامه پرژن اوارد و از اینکه امروز همراه ما هستیم بسیار خرسندیم. خانم فریده خوش آمدید به برنامه ما. درود بر شما. خیلی خوشحالم که امروز با برنامه شما ضبط شما در این برنامه ما ضبط کنیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که سال جدید سال بسیار بسیار خوبی برای همه همشهریانم و همه مردم دنیا باشه و حتما خواهد شد. ممنونم. جناب بزرگمهر، نازک نگاری، شما نازک نگاری میکنید. اسم کاری که در واقع شما دارین انجام میدین واژه پارسی مینیاتور است، درسته؟ اسم کار من بله نازک نگاری. من خوشنویسی رو با نازک نگاری که واژه پارسی مینیاتور هست آمیختم، ولی کار من زیبانگاری است. اسمم زیبانگاری است. بله. نازک نگاری واژه پارسی مینیاتور هست. من تمام خطوط مختلف رو از نسخ و از تعلیق و سلس و کوفی به درجه استادی آموختم و همون نازک نگاری رو در حقیقت مینیاتور رو منتها مینیاتوری که در کارم به کار میبرم مینیاتوری که هست که ویژه کار خود منه. شما وقتی که مینیاتور ایرانی یا نازک نگاری ایرانی رو مجسم میکنی همین زن و شراب و نمیدونم اینجور چیزا است، ولی کار من در حقیقت من از خط مینیاتور میسازم و این ویژه کار خود من هست و بسیارانی در سراسر جهان هم در مورد کارم نوشتن، هم گفتن، هم صحبت بسیاری است. ولی اصولا اسم کار من زیبانگاری است. زیبانگاری در فرهنگ هنری ایران هم در حقیقت سابقه نداشته. بعضیا بهش میگن خط نقاشی یا خطاشی یا اسامی دیگری گذاشتن، ولی خب اسم کار من زیبانگاری است و این ویژه کار خود من است. بله. حالا اینکه خیلی بیشتر وارد هنر شما بشیم، در واقع اول میخوام اشاره کنیم و صحبتی کنیم از گذشته، از دوران کودکی شما. کجا به دنیا اومدین؟ البته اشاره کردین، سلامی کردین به نیشابور. کجا به دنیا اومدین؟ از خانوادتون چند تا خواهر برادر هستین؟ و اینکه از کودکیتون برای ما بگین. حتما. ما جالب بهتون بگم اینقدر خاطرات جالبی داریم فریده و من، واقعا حتی از دوران کودکی و نوجوانی که شاید میشه گفت کتاب ها نوشته شده بشه. ولی من از کودکی شروع میکنم با قول خودتون. ببین، من در نیشابور متولد شدم. پدر من محمود بزرگمهر از شعرای نامدار خراسان هستن، در دانشوران خراسان، در کتاب دانشوران خراسان اسمشون هست و یک شعری دارن که میگه در خراسان دوی حقی باشد که خراسان زهر دو مفتخر است. کتاب دانشوران خراسان که بسیار از شعرهای خوب در خراسان بودن، به ویژه در نیشابور، مثل خیام و عطار و از کنم به امیر معزی، پدر من هم در همون کتاب نامشون هست. بعد مادر من یادم میاد که در خونه همیشه زمان آشپزی شعرهای حافظ رو میخوند. ستاره بدمید و بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما رو انیس و مورس شد. ما 5 تا برادر بودیم و یک خواهر که در نیشابور زندگی میکردیم و همیشه خانواده ما واقعا یه خانواده، چون فرهنگی هنری بودن، همیشه موزیک و موسیقی و شعر و ادب در اینجا روانه داشت. من در حقیقت از دوران کودکی واقعا در چنین خانواده بزرگ شدم. البته
به باور خود من، هنر به ویژه هنری که من دارم شاید یه ژنی نباشه که منتقل بشه، ولی شما وقتی که از آغاز کودکی دور براتون رو همیشه پر از زیبایی و هنر و شعر و اینا میبینین، بالاخره اینا تاثیرگذار است. من قبل از دبستان پدر من به ما میآموختن همین خط و نقاشی رو. من پدرم البته کارشون این نبود، پدر من سردفتر اسناد رسمی بودن در نیشابور، ولی خب یکی از شعرهای معروف، یکی از هنرمندانی که واقعا خوشنویسی رو میدونستن، ولی خب کارشون نبود. در حال قبل از دبستان اینها رو من آموختم و برادران دیگه من. البته خب من اینو ترویج دادم در حقیقت، میدونید شما مطمئنن هر کسی در وجودش یک استعدادی نهفته است، بعد اون استعداد رو پیدا کنه و اون رو پرورش بده. من اونو پرورش دادم. هیچ وقت یادم نمیره اتفاقا در یکی از گفتگوهای دیگرم گفته بودم روز اول دبستان، روز اول دبستان آموزگار ما از بچه ها پرسید که کی میتونه اسمش رو پای تخت سیاه بنویسه. من و دو نفر دیگه دستمون رو بلند کردیم و رفتیم من نوشتم اسمم رو. بعد این آموزگار یا معلم قدم زدن رفت ته کلاس، بعد برگشت گفت که پسر جون تخته رو پاک کن اسمتو بنویس. گفتم من نوشتم. گفت نه دوباره پاک کن بنویس. باورش نمیشد. من تخته رو پاک کردم و دوباره اسممو نوشتم. درست واقعا الان شاید بهتون بگم بیشتر از 70 سال دیگه، 70 سال، 71 سال قبله. بعد اسممو نوشتم، بزرگ مهر رو هشو کشیده نوشتم. این با سرعت اومد جلو و دست منو گرفت. من اصلا ناگهان ترسیدم. گفت تو خطت از منی که معلم خط هستم بهتره. بر منو برد پیش هنر خطاطی رو قبل از اینکه مدرسه بریم آغاز کرد. بله بله بله. بعد منو برد پیش رئیس دبستان همون روز اول. میخوام بهتون بگم که تشویق چقدر مهمه. همون روز اول ساعت سوم بود که بچه های مرسه رو به صف کردن و منو آوردن سر صف، منو معرفی کردن که اینجوری است و اینا. خب میدونین وقتی که آدم یه ویژگی هایی داره مورد توجه معلمین و بچه هم هست، گاهی وقتا مورد حسادت بچه ها دیگه. خب اونم مهم نیست دیگه. از همون روز واقعا آغاز شد. من تمام دیپلمای دبستان ها و دبیرستان های نیشابور رو من می‌نوشتم. بعدم که اومدم به تهران باز در تهران همین کارو میکردم. من سالگی در نیشابور بودیم و دوران تحصیل کلا در نیشابور گذروندم. بله من تا دبیرستان در نیشابور بودم. من دیپلم ریاضی هستم، همسرم هم فریده دیپلم ریاضی است. بعد اومدیم به تهران برای دانشگاه دیگه. من لیسانسیه ادبیات آلمانی هستم، فوق لیسانسمو در رشته رابطه بین‌المللی گرفتم، ولی هیچ کدوم از اینها ربطی واقعا به کار هنری من نداره. در حقیقت میشه گفت که من نهال کوچکی بودم که سر از زمین عشق در آورده بودم. بعد که اومدم به تهران با همسرم آشنا شدم، باغبان دلسوزی همانند همسر من این نهال رو پرورش داد. بله به هر حال الان کار ما واقعا در بیش از 20 کشور جهان پراکنده است. خب ببخشید حالا اینجا تا اینجا نگه داریم، بعد میریم سراغ آثار که در کجا هست. از کی به طور حرفه‌ای شروع کردید به کار همین نقاشی کردن و خطاطی کردن؟ ببین درست سه سال قبل از این دگرگونی ها در ایران یه نمایشگاهی بود در دانشگاه ملی که منم آثارم گذاشته بودم. خانم فرای پهلوی که اومدن اونجا وقتی کار منو دیدن خیلی با تعجب پرسیدن که من شما رو نمیشناسم. گفتم من کار اصلیم این نیست، این هابی منه در حقیقت، من کار دیگه دارم. من کارمند وزارت اطلاعات جهانگردی بودم، بعد شغلای مختلفی هم داشتم. اینه که بعد تصمیم گرفتیم درست همون دو سه سال قبل از انقلاب یه نمایشگاهی تو خونه خودمون بذاریم برای اولین بار، که حتی همسر من آنچنان آگاهی نداشت و خانواده ایشون و یه عده‌ای رو دعوت کردیم. واقعا شاید مثلا 30-40 نفر رو اینا. بعد باور کنین تمام کارهای من اون روز فروش رفت. چند درصد بود یادتون؟ یعنی 100% کارهای من فروش رفت.
و باعث تعجب اینام شد. این بود که دیگه تصمیم گرفتیم واقعا همون میگم سه سال قبل از انقلاب. بعد که اینجور شد تصمیم گرفتیم خب این کار رو به عنوان کار اصلی انجام بدیم. بعدش هم ما 1980 اومدیم به آلمان درست یک سال بعد از انقلاب دگرگونی ها. در واقع شما قبل از مهاجرتتون یک نمایشگاه گذاشتید و اونجا دو تا نمایشگاه، یکی در نمایشگاه ملی، یکی هم در منزل خودمون. بله دو تا دیگه ببخشید، یکی دیگه هم باز در هم منزل خودمون دو بار در حقیقت سه تا نمایشگاه داشتم در ایران که هر سه با موفقیت یعنی 100%. آدم میدونی خودش هم باورش نمیشه که چقدر مردم علاقمندن به این کارها. بعد دیگه آمدیم به آلمان، اونجا هم با یکی از معروفترین پروفسورهای ایرانشناس دنیا به اسم آقای پروفسور ویلهلم آیلرز آشنا شدیم و به کمک ایشون نمایشگاه گذاشتیم در آلمان. حالا اینا البته به این سادگی هم که دارم صحبت میکنم نیست، خیلی به قول معروف زوایای مختلف داره که بعداً اگر فرصت شد توضیح دارم براتون. حالا هر سوالی که دارین به قول معروف میگه هر چی میخواهد دل تنگت بگو. خب و اینکه من میخواستم، حالا شما مهاجرت کردین آلمان بودیم یه مدت و بعد از آلمان هم مهاجرت کردین به امریکا که البته بعداً به این میپردازیم، شما تو آثارتون همیشه توی کارهایی که من همیشه میبینم، حالا بینندگانمونم قطعا اگر با آثار شما آشنایی داشته باشن، همیشه یه اثری از یک گوزن، از یک آهو هست. بله آهو هست. آخه بله. گاهی شاخ هم داره، من نگاه کردم بعضی هاشون. قصه وجود این آهوه چیه توی نقاشی های شما؟ ببین دلایل زیادی داره. نخستین دلیلش این است که من در کودکی در نیشابور دو تا آهو داشتم تو خونه. در حقیقت من مثل همین حیوان خانگی که سگ و گربه دارم، من دو تا آهو داشتم، با اینا تقریبا بزرگ شدم و برای که اینا دو تا بچه آهوی خیلی کوچیک بودن که من یک عمه داشتم یک ملکی داشتم، این دو تا آهو بچه رو پیدا کرده بودن توی ساگ کوچیک برای ما آوردن، من به اینا شیر میدادم واقعا و با اینا بزرگ شدم. بعدن که بزرگتر شدم و تحقیق کردم، میدونی در فرهنگ ادبی ایران آهو سمبل معصومیت و لطافت و زیبایی و سمبل زن ایرانی به اصطلاح مادینه است. حافظم میگه، خیلی از شعرها، سعدی، حافظ میگه علای آهوی وحشی کجایی، من با توست چندین آشنایی، یا تا قدری دیگر بدانیم که تا ناگه سی دیگر نمانیم. بعد اینکه مطالعه کردم دیدم که باره واقعا در بسیاری از اشعار شعرهای مختلف هست آهو. و خب میدین آدم وقتی که در سطح بین المللی میخواد کارشو عرضه کنه حتما یک سمبولی یا یک ویژگی باید داشته باشه که به قول معروف مهر یا امضای خودش باشه که شناخته بشه. الان که ما کارامون رو تو جاهای مختلف جهانی عرضه میکنیم، هر کس که کار منو میبینه بلافاصله میفهمه که این کار منه. متوجه هستین؟ بنابراین این دلایلشه. آخرین دلیلش که به نظر من خیلی هم مهم از نظر خود من آهوام رو به عنوان یک سپاس از زن ایرانی که در طول تاریخ بهش ستم رفته انجام میدم. نسیم جان تصویر شما رفت. یکی از کارهای جدید من هست که اسمم توش آوردم. دلیلش این است که شعرش میگه اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد، سوار عشق شو و از رحمه اندیش که اسب عشق بس هموار باشد. به خاطر این من در این ولی آهوهای منو شما اینجا میبینین دیگه، آهوهای من به صورتهای مختلف هستن. بعد شما این پیچ و تاب و رقص و کرشمه‌ای که در خط زیبای نستعلیق هست میتونین شما در شاخ آهو هم به ترتیب بیارین. یعنی من با اینا واقعا بازی میکنم. در این یک کار هنریست که شیر ایرانی رو که در
کاخ زمستانی داروش بوده و الان در موزه لور پاریس هست، بردم با دوتا آهو. میگه همه جمال تو بینم چه چشم باز کنم. باز اینم باز دوتا آهوست با دوتا عشق. میگه امارت کن مرا آخر که ویرانم به جان تو. شعرهای مختلف از کده مولانا، حافظ، سعدی. این باز کار میهنی من است که میگه ایران دلنگیزترین نام جهان است. و این جمله از خود من هست، ایران دلنگ. این شعر حافظه. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. سپاسگزارم از اینکه شما این آهار بعد به این میگه از عشق بپرسید ره خانه ما را، جز او نزند کس در کاشانه ما را. ما رنگامون هم خودمون درست میکنیم. در حقیقت رنگامون یک تلفیقی هست از رنگای ایرانی که در فرشا به کار میبرن و رنگای مصنوعی. میگه رواق منظر چشمان آشیانه توست، کرم نوام و فرود خانه خانه توست. این یکی میگه که ما ذره آفتاب عشقیم، ای عشق برای تا برای ما را به میان ذره ها جوی، در هر سحری زمشر عشق برای. این باز دوباره یک شعر مولاناست. میگه عشق در دریای غم غمناک نیست. این خاک فیروزه است و لاجورد است و کاغذ طلا و پوست انار و رناس. بله بسیار زیبا. مرسی از اتاق فرمان که ما رو همراهی کردن. بله بله سپاسگزارم. آهوهای من الان دیگه خرامان و عشق پراکندگان به طرف کسایی که واقعا میگم عاشق فرهنگ و هنر ایران هستن خرامان را میرن. الان آثار من در بسیاری از کشورها حتی نزد غیر ایرانیان که به فرهنگ ایران علاقمندن هست. برای خود من واقعا باعث تعجب بود. شما آقای خواستم به همین اشاره کنم جناب بزرگمهر، آثار شما در بیشتر از 20 کشور در واقع هست. در واقع آثارتون جهانیه. حالا خیلی ها میشناسن کاراتون و خیلی ها شما رو میشناسن و لذت دارن از کاراتون. من میدونم که مخاطبان خیلی زیادی دارین. در صفحه اینستاگرامتون میبینم که چقدر با مهر جواب مخاطبانتون رو میدین. و اینکه در واقع چی شد که این آثار جهانی شد؟ از کجا؟ از موقعی که آلمان رفتین این اتفاق افتاد؟ درسته؟ بله ما آلمان که رفتیم اتفاقا باز اونجا یه ماجرای جالبی داره که بهتون بگم. من اولین باری که ما قبل از انقلاب یک آپارتمان در آلمان خریده بودیم، به خاطر اینکه من برادرم در آلمان زندگی میکنه در شهر وورتسبورگ در ایالت بایرن. بعد که اونجا رفتیم من همیشه معتقدم که آدم واقعا چیزای خوب. یه چیز دیگه بهتون بگم، اینجا نکته هست برای شنوندگان و بینندگان شما هم جالبه. من چیزی که اینجا یاد گرفتم واقعا در خارج از ایران این است که عرضه کردن کار هنری یا اصولا ارزندام خود آدم مهمترین چیزی است که من اینجا یاد گرفتم. ببین شما وقتی اینجا با یه آمریکایی یا حتی در آلمان آشنا میشین، اگر این آقا سرپرست 5 تا رفتگرم که باشه فوراً به شما کارتش میده، مثلا ببخشید آشغال جمع کنه هستم، یعنی پرزیدنتم. بنابراین من اینو یاد گرفتم. امسال همسر منم که بغلم نشسته همیشه میگفت که زیاد در مورد کارات حرف نزن. گفتم بابا من یک بریلیان دارم، یه بریلیان بزرگ، این تو جیب منه، منو باید در بیارم نشون بدم. و به ویژه که ما از این را زندگی میکنیم. ببین من همیشه معتقدم که ما ایرانی ها چون با گرفتاری بزرگ شدیم، برامون هیچ گرفتاری مهم نیست در سراسر جهان. ما هیچ راهی به جز موفقیت نداریم، ما محکومیم به موفقیت. و من که اومدم آلمان واقعا این رو تو ذهنم داشتم. وقتی اومدم به شهر وورتسبورگ رفتم فرماندار شهر رو ببینم. به من گفتن که چرا شما خواهی فرماندار شهر رو ببینید؟ گفتم خب من یه ایرانی هستم که اومدم اینجا میخوام فرماندار این شهر رو ببینم. اون آقای سکرتر یا به اصطلاح کسی که رئیس دفترش بود گفت که ایشون وقت ندارن. گفتم خب مثلا چقدر طول میکشه؟ یه هفته، یه ماه، دو ماه؟ مثلا اسم من بده ایشونو ببینم. بالاخره دیدن آقای فرماندار شهر که اسمش هم دکتر سایتلر بود و چقدر هم انسان فوق العاده بود، باعث شد که ما در بزرگترین بانک شهر شتشفارکاسه یه جایی رو به من دادن برای نمایشی کارام. بعد آقای پروفسور آیلرز، همین که عرض میکنم، پروفسور دکتر ویلهلم آیلرز که یک ایرانشناس برجسته است و 10 سال در دانشگاه جندی شاپور
ببخشید در دانشگاه شیراز پهلوی شیراز درس میداد. این یکی از کسانی است که فرهنگ آلمانی به فارسی و فارسی آلمانی رو نوشته، یکی از برجستگان. متاسفانه ایشون چند سال قبل فوت کرد. ایشون رو من دعوت کردم اومد توی نمایشگاه من، یک ساعت در مورد فرهنگ من، فرهنگ و هنر ایران، و اینکه این جملهش خیلی جالبه، یعنی من هم افتخار میکنم، من فکر میکنم برای هر ایرانی افتخار. آقای پروفسور آریز گفت که ما باید افتخار کنیم که بزرگمهر آلمان رو برای اقامت انتخاب کرده. و میدونید در آلمان دادن اقامت به افراد خیلی سخته، حتما شما باید یا ازدواج کنین. و اینا به ما اون به فریستت آفنتال، یعنی اقامت دائم دادن، فقط از طریق نشنال، از طریق اینکه ما رو اونجا نگه دارن. و سال بسیار زیبایی ما اونجا داشتیم، نمایشگاه متعددی من داشتم. هنوزم دوستانی که ما 30-35 سال قبل از ما اونجا کار خریدن داریم، نگهشون داشتیم، همین تابستون گذشته گرفتیم، یکی از این خانم‌ها ما رو دعوت کرد. بعد از اون واقعا ما به خاطر آب و هوایی که اونجا، که شما خودتون در جریان هستین، ما همیشه ایرانیا خوشنشین هستیم دیگه، دوست داریم در این جای خوب. اینو که کردیم در واقع به امریکا. البته نگفته میگم که ما از آلمان اومدیم به واشنگتن دی سی، چون فرزندان من دو تا فرزند دارم، انوشیروان بزرگمهر و شهرناز بزرگمهر، اینا چون اونجا مرسی آلمانی رفته بودن، اومدیم به واشنگتن دی سی چون مرسی آلمانی اونجا بود. اونجا هم خب تابستونا گرم بود، زمستونا سرد بود، دیگه همه راه ها میگن به روم ختم میشه، اومدیم به لس آنجلس. الانم که من دارم با شما صحبت میکنم، امروز 75 درجه سانتیگراد، یعنی درست مثل هوای اردیبهشت نیشابوره. فارنهایت البته. 75 درجه. بکنم حدود 24-5 درجه است. بله. خب صحبت کردین از نمایشگاه و مهاجرت به آلمان و اینکه در آلمان نمایشگاه خیلی متعددی داشتین و اینکه گفتم آثارتون در واقع الان بیش از 20 کشور آثارتون هستش و در واقع اجرای جهانیه. دیگه در کجاها نمایشگاه داشتین جناب بزرگمهر؟ بله من در لندن نمایشگاه داشتم. عرض کنم خدمتتون، ببین ما کار جالبی که کردیم در امریکا و شاید برای شما جالب باشه یا برای بینندگان و شنوندگان عزیزتون، ما تصمیم گرفتیم که تمام نمایشگاهی که در شهرهای مختلف میگذاریم اینا رو با اتومبیل راه بیفتیم تو این شهرها و ایالات مختلف راه بریم. ما حدود 6 یا 7 بار دور امریکا رو در تمام ایالت‌ها با اتومبیل رفتیم، یعنی کارامون رو گذاشتیم و به عوضی که اینا رو با هواپیما بفرستیم یا با قطار بفرستیم، خودمون بردیم اینا رو. و آخرین بار حدود 2 سال قبل بود که با قطار رفتیم، از لس آنجلس رفتیم به واشنگتن دی سی با قطار، 2 روز و 19 ساعت هم تو راه بودیم. در واقع خود این برامون بسیار جالب بوده، چون همه این سفرها رو فیلم گرفتیم، بعد بین راه ها به افراد بسیار زیادی هم امریکایی هم ایرانی آشنا شدیم. من 16 تا دفتر آدرس دارم که همه اینا واقعا از ایرانیان برجسته و علاقمند و آزادی خواه در سراسر جهان هست و امریکایی ها و خارجی هایی که به فرهنگ ما علاقمند هستن اینا. و این باعث شده که ما اولین بار البته نمایشگاه میدین در نیویورک، یک نمایشگاه هست به اسم نیویورک آرت اکسپو، هر ساله بزرگترین نمایشگاه آرت جهان در نیویورک. بله ما یک اولین بار حدود 15 سال قبل اونجا شرکت کردیم اولین بار. این نمایشگاه معمولا از 2 تا 10 مارچ هست هر ساله، امسال به خاطر کرونا برگزار نشد. بعد اون سالی که من اونجا بودم اولین بار، بیش از 2500 تا هنرمند از سراسر جهان اونجا شرکت کرده بودن. من مطالبی که دارم میگم واقعا همش این حقیقتش، نمیخوام کارم رو بذارم. باور کنید ما غرفه‌مون اصلا مملو از آدم بود. در اون نمایشگاه ما 17 تا تابلو داشتیم که یکی از این تابلوها رو یه خانواده ایرانی که به طور اتفاقی از اونجا میگذشتن خریدن. اون نمایشگاه نیویورک آرت اکسپو بر طبق آماری که خودشون میدن همیشه در اون حدود
ده روزی که هست نیم میلیون آدم بازدید میکنه و در اون اولین نمایشگاه که ما 17 تا تابلو داشتیم یکیش رو یه خانواده ایرانی خریدن، بقیه رو غیر ایرانی ها خریدن، یعنی در حقیقت آلمانی، امریکایی، ژاپنی اینا. دلیلش هم این است که برای خود منم واقعا تعجب آور بود این پیچ و تاب و رقص و کرشمه خط فارسی رو، مثلا خط نستعلیق رو، اینا خط نمیبینن بلکه تصاویری از این نقاشی کوبیس میبینن. بعد که اینا معانیش رو میفهمن، ببین الان این کاری که پشت سر من هست که حتما میبینن علاقمندان، میگه هر گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. من اینو وارون نویسی کردم، از کردم این پیچ و تاب و رقص و کرشمه رو اینا خط نمیبینن، نقاش کوبیس میبینن. بعد وقتی که میفهمن معانی و مفاهیمی بسیار جالب عشقی و فلسفی داره، براشون جالبتر میشه، زیباییش براش چند برابر میشه. البته من الان خیلی حرف زدم، مثل که همسر من هم... بله، ما در اروپا هم همینجور چند بار گشتیم، آخرین بار سال گذشته در پاریس و برلین نمایشگاه داشتیم. منتها در امریکا بیشتر نمایشگاه همون نمایشگاه خصوصی بوده. منظورم اینه که مثلا یه خانواده علاقمند که کارهای منو میخرن یا میبینن، اینا خب هستن کسایی که واقعا هم علاقمندن اینجا و هم از نظر مالی متمکنن، اینا نمایشگاه که مثلا 100 تا مهمون دعوت میکنن در یه روز یا دو روز تو خونهشون ما نمایش میذاریم، از کارامون خیلی بهترم هست، چون علاقمندن ایرانیا. میدونی چونه زدن یکی از خصوصیات خیلی خوب ماست، چونه زدن. ولی خب اثر هنری واقعا قیمت نداره و نمیشه روش قیمت کاملا باور کنه. قیمت تابلوها نسبت افرادی که کار من رو میخرن متفاوته، یعنی هر که عاشق‌تر باشه باید کمتر بپردازه، هر که ایران دوست‌تر باشه باید کمتر بپردازه. خیلی چیزای مختلف ما یه چیزای یه راهی پیدا کردیم برای کارمون. واقعا ما الان سالهاست بعد از اینکه به آلمان مهاجرت کردیم از این راه زندگی میکنیم و میدونیم ما ایرانی ها آدم هایی هستیم که اگه بتونیم خیلی خوب زندگی میکنیم و ما در نهایت خوب زندگی کردیم. جناب خیلی هم عالی، امیدوارم که همیشه همینطور خوب باشه. من میخوام یه صحبتی برم به یک سمت دیگه که با فریده جان هم یه گپی بزنم. از در واقع همیشه تو عکساتون، حالا مخاطبای شما که شما رو میشناسن قطعاً این عکس ها رو دیدن و همیشه هم فکر میکنم خیلی جالب توجهه. الان من حالا از اتاقا فهمیدم میکنم که عکس ها رو برامون بذارن. شما همیشه با همدیگه ستین، همیشه لباس هایی که میپوشین، یعنی این هنر در واقع تو لباس پوشیدن شما هم نقش داره و اینکه شما همیشه با همدیگه همه جا در کنار هم هستین و لباساتون در واقع با همدیگه مچه. مثلا الان این عکس رو که من میبینم لذت میبرم. این حالا این قصه این چیه که اینجوری همیشه لباساتون رو با هم ست میکنین، رنگ ها اینقدر با هم، طرح ها؟ آخه والا خیلی علت داره. یکی این که من خودم با شوهرم یکی میدونم، فکر میکنم که هر دومون یکی هستیم، الزام و مرزوم هم دیگه هستیم. در ضمن به خاطر اینکه فرهنگ ایرانی رو نشون بدیم، میخوام من از رنگ سیاه بدن نمیاد ولی دوست ندارم که زیاد لباس سیاه بپوشم. حتی برای مراسم ختمم که میرم سفید یا رنگی میپوشم. سوم اینکه ست کردن چیز قشنگیه، یک کار جدیدیه که ما داشت کردیم. من یه چیزی هم اضافه کنم به گفته فریده. ببینید فرهنگ ایران فرهنگ رنگارنگیست، یعنی هر شهر و هر ایالتی واقعا در ایران هم خصوصیات ویژه‌ای داره. در حقیقت میشه گفت که مثلا من که اهل نیشابور هستم، واقعا باورتون میشه ما یه دفعه گفتم ما نزدیک 40-50 نوع اشکنه فقط داریم، اشکنه. بعد در رشت مثلا غذاهای متفاوت هست، زبانمون، لهجهمون، زبانمون که البته فارسی هم ولی لهجهامون متفاوته. این منظورم اینه که فرهنگ‌های مختلفی در ایران هست که همه ایران رو تشکیل میده. یک دلیل دیگه ای هم از این که ما رنگارنگ میپوشیم و همسان میپوشیم این است که ما نشون بدیم ما مال فرهنگی هستیم که هم زیباست
هم رنگارنگه. و همین که همین گفته ای که فریده است، ما نشون بدیم که واقعا هم دل هستیم با هم، هم راز هستیم، هم نفس هستیم. و فکر میکنم که یه چیز جالب باشه. البته با قول یکی از دوستان میگم هم خرج داره هم وقت میگیره، ولی خب ما همه اینا رو میکشیم رو تابلو هم. از این جد قصه نداره. نه واقعا هم خرج داره، ولی نه اونجوری که مردم فکر میکنن. برای اینکه بیشتر کارهایی که لباسایی که من درست میکنم ممکنه که خیاط بدم به خیاط، شاید هم خودم درست کنم، ولی دیزاینشو خودم به خیاط میگم، من طراحشو در زم بعدن که میارم خونه خودم روش کار میکنم. بله مثلا من امروز صبح که بلند شدم موهای خودم رو خودم درست کردم خودش بله. یعنی دوست دارم اصلا عشق دارم به کار هنری و هنرمندانم دوست دارم و خیلی هم به هنرمندان احترام میذارم و حتی اگه دست من برسه کمک میکنم. و مردم ایران فکر میکنن که ما خیلی پول داریم، در صورت که اصلا اینطور نیست. در ایران پول داشتیم، ولی اینجا داریم از زحماتی که میکشیم برای رو کاری که کار هنری و از رو راه زندگی میکنیم و به نحو خوب هم استفاده میکنیم. مثلا من مهمونی که میدم از بیرون غذا نمیارم، همه غذاها رو خودم درست میکنم، حتی برای 150 نفر هم غذاهای رشتی درست میکنم. یعنی با عشق غذا درست میکنم که خوشمزه میشه. هنرتون رو همه جا ازش استفاده میکنیم و این من همیشه میگم این رنگ و بوی هنر در شما همیشه دیده میشه. همین که این لباس ها رو انقدر قشنگ دیزاین میکنید، این رنگ ها به این شکلی لباساتونه و واقعا لذت بخشه که این هنر در جای جای زندگیتون یه نقش خیلی ویژه ای داره. ولی اصولا آدم وقتی که با عشق کار بکنه اون کار جالب از کار در میاد، اون کار والا خواهد بود، اون کار چشم دوستان و اطرافیان رو شاد میکنه. من یه چیزی که میخوام به شما بگم در گفته فریده تایید ایشون، ببین ما به زبان عامیانه تر ما پولدار نیستیم ولی بسیار بسیار ثروتمندیم و ثروتمون از علاقمندان به کارمون، از کسانی مثل نسیم که الان ما رو پیدا کرده ما صحبت میکنه و از کسانی که الان دارن صدای شما و تصویر ما رو میبینن هستن در سراسر جهان. واقعا ما به عنوان یک سفیر فرهنگی ایرانی دوست داریم که نام و آوازه ایران رو با آثارمون در جهان بپراکنیم، چون ما ایرانی ها شایستگی زندگیانه بهتری داریم و در ایران به ویژه، برای که کشور ثروتمندی هستیم. خب انظر شعور و فهم و اینا هم از دیگران کمتر نیستیم، فقط باید زمینه واقعا فراهم بشه. ببین ایرانی هایی که در خارج از ایران زندگی میکنن، من اروپا رو آنچنان خبر ندارم، ولی در امریکا آماری در آمده بود از طریق دانشگاه ییل که یکی از معروفترین دانشگاه امریکاست، ایرانی ها در طول تاریخ امریکا برترین مهاجرین هستند در امریکا، از نظر ثروت، از نظر دانایی، از نظر تحصیلات. از نشان دهنده این است که اگه واقعا زمینه ها آماده باشه و چقدر ایرانی ها میتونن موفق باشن. و ما آرزومون این هست که با کارامون این نام و آوازه ایران رو در جهان بپراکنیم و آرزومون هست که ایرانیانی که در ایران هستن به ویژه واقعا به این به قول معروف آزادگی و به این آسایش و به این آرامش برسن که بتونن مملکت ما رو دوباره در ردیف ممالک بزرگ جهان که بود واقعا در بیارن. این آرزوی ماست و این هدف ماست. درست بزرگ مه. هیچ وقت در طول این سالها هنرتون رو تدریس کردین؟ یعنی شاگرد در واقع هنرجو داشتین؟ شوربختانه بعضی که اومدم به خارج از ایران نه. در ایران چند تا شاگرد داشتم که خیلی هم اتفاقا یکشون الان در انگلیس پزشکم است و چقدر موفقه. ولی اینجا نه. دلیلش همین است که ببینید شما اگر بخواید یه کار هنری رو به خصوص به ویژه کار خط رو یاد بگیریم، باید تداوم داشته باشه. یعنی شما واقعا باید حداقل یکی دو سال شاید هم بیشتر کار کنید. و چون ما در این مدتی که اینجا بودیم اغلب در سفر بودیم برای نمایش کارامون
فرصت نشده، ولی هم دانشگاه UCLA در لس آنجلس و هم UC Irvine کلاس های فوق برنامه دارن که از من خواستن اونجا تدریس کنم و در آینده نچندان دور شاید این کار رو انجام بدم. خیلی ها هم واقعا علاقمندن که بخوان این کار رو یاد بگیرن. البته این میگم یه روشی هست که من خودم به وجود آوردم، در حقیقت روش زیبانگاریست و کار خودمه، خودم هم کارشناس کار خودم هستم. بله من استادی نداشتم و همش تجربیه کار من. حتی رنگارم که ما خودمون درست میکنیم فردی و من، ما خب قبلا از رنگای ایرانی که در فرش ایرانی بود استفاده میکردیم، الان میکس مدیاس کارمون، یعنی از رنگای فرشا و رنگای مصنوعی استفاده میکنیم و همین خاطر یک جلای خاصی هم داره. اگه تابلوهای ما رو از نزدیک ببینین باور کنین اینقدر رنگاش فوق العاده زیباست و تمام تلاکاریامون برجسته است. اگه این کارا رو از نزدیک ببینید تمام اون نقطه کاری ها، من اتفاقا یه فیلمی یادم رفت براتون بفرستم، توی چیز دارم توی اینستاگرام گذاشتم نشون میدم که اینا رو دونه 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 اینا این نقطه کاری ها رو با نوک قلم مو ما انجام میدیم. در حقیقت ما کاغذ طلای 23 عیار رو با اکلیل قاطی میکنیم، اکلیلی که مثل یه لیکویدی مثل خمیر دندون در میاد و دونه دونه این قلمو رو میزنیم به توش و دونه دونه، یعنی واقعا ساعت ها و گاهی روزها کاره. البته ما کارهای مختلف داریم، کارهای کم کارتر داریم و پرکارتر داریم، منتها کوالیتی کار در همه کارها یکیست. یعنی ما هیچ وقت کارمون اگه اندک خراشی یا اندک اشتباهی داشته باشه دیگه اونو نمیفروشیم. البته سالهاست که این اشتباه انجام نمیگیره دیگه. جالبه بهتون بگم که در ضمن میونه حرف بزرگ من میخواستن به بچه‌م هم نشون بدن، بچه سوم من اینه. آره این نوه ماست. نوه ما که نه بچه‌مه. خیلی هم خوشگله، خیلی هم در میگن که شما چرا به سگ تو خونتون دارین، گفتن که این یکی از حیوانات نجیب با صفا و مهربون و سپاس نگهداره، ولی اینکه سپاس نگهداری یه خصوصیت بسیار خوب و ارزشمند ایرانیه. بله نه بعضی ها تو اینستاگرام، خب البته ما همیشه من میگم واقعا به ما مهر دارن وقتی من یه چیزی رو میذارم تو اینستاگرام. مثلا یه ما مصاحبه داشتم با سینا ولی‌الله توی دبی، اینو گذاشتم روی اینستاگرام، باور کن 350 هزار نفر اینو لایک کردن. این نشون دهنده این است که مردم علاقمندن به این کارا. خب بالاخره یکی دو نفرم واقعا هنرتون ارزشمنده و قطعا مخاطبان خودش رو داره و خب باید واقعا دیده بشه و خیلی خیلی بیشتر از این معرفی بشه به کسایی که نمیشناسن. اشاره کردید به رنگ ها و من میخوام بگم که از کی فکر کردین که رنگ ها رو خودتون بسازین و چرا این کارو کردین؟ ببین ما، من میگم که چون اصولا من معتقدم که هر کسی بخواد در سطح جهانی خودش رو نشون بده باید یه ویژگی داشته باشه که دیگران ندارن. اولا که خب من کار هنریم که از فرهنگ دیرپام سرچشمه میگیره و به اصطلاح نخستین کاری که کردم با خط بود، بعد نازک نگاری رو آمیختم، خودش یه ویژگی است که مخصوص منه، خب یه هنرمند خارجی نداره. بعد رنگایی که ما در فرشای ایرانی داریم، میدونین شاید باز این نکته بد نیست که اضافه کنم، ایرانی ها نخستین نقاشان کوبیسم در جهان هستن. شما اگر فرشی رو که 1000 سال قبل درست شده ببینین، ببینین تمام رنگ‌های مختلف رو، الان همین فرشی که زیر پای من هست پس که قهوه‌ای و قرمز و آبی و سبز و همه اینا رو با هم قاطی کردن و این چه جرأتی می‌خواسته. می‌دونین در کار هنری شما باید شهامت داشته باشین. بعد با اینا رو همه اینا که با هم جمع میشه باز برمیگرده به هم فرهنگ رنگارنگ ما. من دیدم که واقعا اگه من این کار رو بکنم خب خیلی به قول معروف یونیکتر میشه، کارم ویژه خاصی پیدا میکنه. ما در آلمان که بودیم این تصمیم میگرفتیم، یه مقداری از رنگای ایران رو برامون فرستادن، اونجا کار کردیم، گفتیم ببینیم چقدر جلاش زیباتره، قرمزی که از پوست انار و رناس درست میشه یا قهوه‌ای که از زعفران و جو بوداده درست میشه اینا. بعد ما رنگای دیگر هم خودمون تجربه پیدا کردیم که با اینا آمیختیم و دیدیم جلوش بسیار زیباتره و بعد
ماندگارتره. تجسین اینا شما یه فرشی که در ایران هست هرچی با قول ما رو پا بخوره زیباتر میشه. رنگای ما معلوم کارهایی دارن که واقعا مال 40 سال 45 سال 50 سال قبله، ولی رنگا تکون نداره. بعد ما کارامون رو بیشتر رو کاغذ انجام میدیم، منتها کاغذ اسید فری 6000، یه کاغذی هست که ببینید مثلا شما اگر به مجموعه های قدیمی ایران در کتابخونه بررسی کنید میبینید که کاغذ های قدیمی همه زرد میشن و رنگ دیگه، و بعد اینا بعد از یه مدت زیادی واقعا ترک میخورن اصلا. منتها کاری که ما میکنیم یه کاغذ اسید فری 6000 هست استفاده میکنیم و رنگامون رنگ عرض کردم حالا میکس میدیاست، طلای واقعی استفاده میکنیم با رنگای طبیعی که خودمون میکس میکنیم با رنگای دیگه. و بعد نکته جالبی که بهتون بگم، اگه شکانه من از نزدیک نگاه کنین، رنگ سفیدی که بین رنگهای دیگه هست اون رنگ نیست واقعا، اون به قول امریکایی سپیسه، اون فاصله است، یعنی از فاصله خالیه که آفرین درست، فاصله رنگ ها رو اون خود زمین است. من گاهی وقتا برای علاقمندان کارم که کارم نشون میدم یه ذره بینم بهشون نشون میدم که این کنارهای این خطا رو که سفیده به ذره بین ببینن، همه دندونه دندونه است و سفیده. بعد جالب بهتون بگم که حالا اینجا متاسفانه نمیشه نشون بدم، چند وقت قبل یک امریکایی در سان فرانسیسکو کار من خرید، بعد من معمولا وقتی خوب کارم میفروشم اسم اون خانواده رو با یک قلم مخصوص همونجا بهشون به صورت هنری می‌نویسم، مثلا فرض کن کریستوفر، مثلا جنیفر اینا. بعد که اینو براش نوشتم اصلا انقدر براش تعجب آور بود که شگفت زده شد، گفتم خب این کار هنری هم که شما از من خریدی کار خود منه، منتها اون طول کشیده، اینو من الان برای شما نوشتم. این است که ما میدونین همون که بهتون گفتم عرضه کردن کار که اینجا بهش میگن پرزنتیشن خیلی مهمه، که شما خودتون رو بتونین عرضه کنین و اون کاری رو که دارین در اون حد والایی که هست نشون بدین، بدون این که شما اقراق کنین یا بدون این که شما خجالت بکشین. باید واقعا دقیقا همونی که شما هستین نشون بدین، برای که انسان الان میتونه که یه مدتی یه ادهی رو به قول معروف فریب بده، همیشه برای همیشه همه کسو نمیتونه فریب بدین. از همه مهمتر این است که خودتون که نمیتونه فریب بدین دیگه، اون چیزی که هستین باید نشون بدین. بنابراین ما همینی که دارین شما با هم صحبت میکنیم، همینی که شوخی میکنیم و حرف میزنیم، تو خانم هم همینه واقعا. وقتی من میگم فریده بهترین زن منه بعد بعضی براشون میگن که خب ایشون چند تا همسر داره که میگه بهترین زن من. من میگم وقتی هنرمندی که این همه سال همسرش باهاش زندگی کرده، هنرمندا میدین آدمای زیاد آسونی نیستن زندگی کردن باهاشون، یکم سخته. بنابراین ایشون همسر من که تحمل کرده، ضمن من مرسال دختران که ایشونو پیدا کردم 3500 دختر بودن دیگه، من تنها پسر مرسال دختران بودم، ایشونو من انتخاب کردم بین اون 3500 تا و اون خیلی خیلی مهم بوده. در ضمن ایشون خانم نسیم خانم بهترین آشپز رشتی دنیاست، باور کن یه غذام اختراع کرده به اسم کوفته فریده. کلن این هنر در خانواده شما دیگه میگم رخنه کرده و در همه در لباس ها در تابلوها که دیگه اصلا جای خودش رو داره. ما بچه ها رو با این که پسرم دکتره ولی شعر میگه، دخترم نویسنده است شعر میگه، اونم همکارای هنری میکنن هر دوشون. بچه ها من خیلی پسرم که تو کار کامپیوترم استاده. بله بله. ببینید پرورش تو همش میگم واقعا همه افراد استعدادهای به ویژه‌ای دارن در خودشون، ولی این استعداد رو پیدا کنن و اون رو پرورشش بدن و این خیلی مهمه. بعد یه چیزایی که ما در فرهنگمون داریم که خیلی چیزای خوب هست، یه چیزایی هم داریم باید وقتی در خارج از مملکت زندگی میکنیم، حتی در این ایران هم که هستیم دیگه، حالا زمانه جوش است که باید چیزا رو کنار بگذاریم. همین که به شما میگم اگه کسی چیزی داره بهت خودشو عرضه کنه واقعا. من یادم یک بار
اینجا در لس آنجلس ما یک زندگی‌هایی داشتیم به اسم دکتر برجیس، دکتر پرویز برجیس. ایشون یه برنامه رادیویی داشت، برنامه تلویزیون داشت، بسیار آدم هنرمندی بود. داشت با یک ایرانی که از ایران اومده بود، فکر کنم حدود مثلا 40-45 سالش بود، مصاحبه می‌کرد. اون آقای ایرانی گفت که از ما دیگه گذشته آقای دکتر، دیگه ما حالا از اینکه 40-45 سال من اینا، من داشتم گوش میدادم توی راه. دکتر برجیس بهش گفت که من یه دوستی دارم به اسم بزرگمهر که استاد زیبانگاری است و ایشون میگه که من هیچ راهی به جز موفقیت ندارم، من محکومم به موفقیت. من از همین جا میخوام از تمام شنوندگان و بینندگان شما خواهش کنم، به همه کسانی که استعدادی دارن، حالا از دوستانشون، نزدیکانشون یا خودشون، به خودشون بگن که من هیچ راهی به جز موفقیت ندارم، من محکومم به موفقیت. ایرانی ها ایرانی هستن که استعداد دارن. ما نمیخوام بگم ما به قول معروف تافته جدا بافته هستیم، ولی از هیچ کدوم از مردم جهان کمتر نیستیم. به خاطر شرایطی که ما در ایران داشتیم و با گرفتاری بزرگ شدیم، ما میتونیم تمام گرفتاری ها رو از بین ببریم تا اونجایی که زمینه آماده باشه. برای بزرگمه اول خط رو می نویسین و انتخاب می کنین اون قطعه شعرتون رو، یا بعد نقاشی رو، یعنی در واقع برای نقاشیش تصمیم می گیرین، یا اینکه نه اول نقاشی می کنید و بعد برای اون یک شعری رو در نظر می گیرید و خطاطی می کنید؟ ببین پیش از این واقعا در سالهای خیلی دور من اول خط رو شروع می کردم. الان من خیلی کتاب شعر میخونم و خیلی هم در حافظم شعر هست، خودم شعر میگم، حالا اگه فرصت شد یکی از شعرام براتون میخونم. ولی وقتی که شعر رو میخونم، یا شعر مولانا و حافظ و یا سعدی رو، بلافاصله این ایده در ذهن من ایجاد میشه. تجسسی وقتی که ایده در ذهن من ایجاد شد، من اول طرح رو میکشم، بعد خطا رو درون بدن آهوها یا اطرافش می نویسم. همیشه شعرام هم از پایین به بالا می نویسم، برعکس. یکی از من پرسید که چرا این کارو می کنید؟ گفتم ببین کار من مثل درخت می مونه که ریشش پایینه و میوه‌هاش بالاست. فرهنگ ایرانم فرهنگیست با ریشه های قوی، بنابراین من کارام رو از پایین می نویسم بیاد بالا، و بالا که می نویسم اون پیامی که باید بدم، اون میوه‌ای هست که به شنوندگان و بینندگان آثارم میدم. بله، من اول، الان که سوالتون هست، که سوالتون جوابش این است که من اول بله شعر رو میخونم، ایده میاد تو مغزم و تمام ایده هامون هم از خودمونه، از هیچ جای دیگه نیست. ما تمام کارامون هم یک دونه است، یعنی تکرار نداره، و همه کارامون هم شناسنامه داره. در واقع ما هر کسی که کار ما رو داشته باشه بهش یه سرتیفیکیت به قول آمریکایی‌ها و یا شناسنامه بهش میدیم که اسم اون تابلو، تاریخ اون تابلو، اندازش، چیزایی که درش استفاده شده و نام خریدار در اون هست. و این برای این در امریکا که خیلی مهمه که هر اثر هنری شناسنامه داشته باشه. مخاطبی هم داشتیم که سفارش بهتون بده، یعنی ایده خودتون اون لحظه نبوده، کسی بهتون بگه من این مثلا این تر اینجوری دوست دارم، یا مثلا این رنگ رو میخوام، یا مثلا این نوشته رو در واقع میخوام. داشتین تا حالا به این شکل کسی که بله اولی که ما ببینیم، ما قباله های ازدواج می نویسیم، قباله های ازدواج توماری مثل اون قدیما، مثل تابلو، که این خودش واقعا میشه یک شجره نامه. قباله ازدواج که می نویسیم، بعد در حقیقت پدر و مادر عروس داماد یا شهود معرفین که امضا میکنن، تمام اینا رو دورش تراکاری میکنیم و بعد اینا قاب میکنیم بهشون میدن، خودش میشه یک شجره نامه. بعد به علاوه بر قباله ازدواج شجرنامه می نویسیم. علاقمندانی هم هستن که یه شعر رو میدن به ما می نویسیم، یا فرض کنین خودشون شجره خانوادگیشون رو میدن. منتها من همیشه ازشون خواهش میکنم، من به این شرط سفارش رو میگیرم که اگه خوشتون نیومد برگردونین که دوباره درست کنم. این برای من خیلی مهمه، میدونین؟ بعضی میگن آخه چطوری مثلا ما اسم بچه‌هامون مثلا میخوایم داشته باشین، میگم مهم نیست. من انقدر به کارم اطمینان دارم که مطمئنن اون کاری رو که من درست بکنم شما خواهید پسندید. علاوه بر این ببینید،
من فقط میگم که شما رنگ رو انتخاب کنید یا شعر رو به من بدین، چون میدونید کار هنری واقعا یک کار سفارشی نیست. کار هنری یک کار چجوری بهتون میگم قلبی و روحی و احساسی است. من نمیخوام تأثیر نامطلوب سفارش دهنده روی کار من باشه. شعر رو میگیرم ازشون، میگم شما تو رنگ آبی دوست دارین یا قرمز دوست دارین، بعد به همین خاطرم براشون شرط میذارم. برخلاف خیلی ها میگن که خب ما این کار رو درست میکنیم به شرطی که دیگه پس ندیم، یا بله من میگم به این شرط انتخاب میکنم درست، بله من به این شرط انتخاب کار رو شما رو انجام میدم که این کار رو اگه دوست نداشتید براتون دوباره درست کنم. بله. ببینید یه روش های خاص و کوچیکی هست در زندگی هنری و در زندگی اصولا در زندگی آنی آدم، که آدم اگه اینا رو یاد بگیره خیلی میتونه موفق باشه. واقعا به نظر من مهمترینش اولا این رابطه اجتماعی است و رابطه است که آدم با مردم داره. من با تمام کسایی که کار هنریم رو دارم در رابطه هستم، یعنی ممکنه که سالها قبل از کردم که حدود ما سال گذشته تابستون که رفتیم به آلمان، خانمی آلمانی که دقیقا بهتون بگم 35 سال قبل کار هنری ما رو داره نمایشگاه خریدن، ما رو دعوت کردن که رفتی با هم نشستیم گپ زدیم در به کار هنری صحبت کردیم. یعنی ما رابطه هامون حفظ میکنیم و این خودش زیباست، برای که آدم میبینه که چقدر این دنیا زیباست. به قول معروف مولانا میگه که وقتی که چشمتو باز میکنی این از تمام جهان عشق برات میریزه، ما این عشقا رو دور خر خودمون نگه میداریم، میدونی نگه میداریم و اینا رو نازشون رو میکشیم. حتی من در مورد واژه های کارم باور کنیم وقتی که یک عشق رو میخوام بنویسم نازش میکشم، میگم که تو باید اینوری بری یا اونوری بری یا کجا برسی. حتی بعضی از تابلوها هم که فروش نمیره، این برای کسایی هم که کار هنری میکنن، مثلا تابلو من فرض کنیم که ما چند را زندگی میکنیم، تابلو من دو سه ماه مثلا فروش نمیره، میذارمش جلو با خودم باهاش صحبت میکنم، میگم ببینم تو چرا فروش نرفتی، چی شده، بعد متنش رو عوض میکنم، قابش رو عوض میکنم، نازش میکنم. بعضی وقتا جالب است هم بهتون بگم که نصف شبا که کار میکنم تنها هستم، آهوهای من از توی تابلوام در میان و من احساس میکنم که دور و بر من میچرخن و خودشون رو به تن من میمالن و این یه احساس خیلی زیبایی است که من دارم. بله. یعنی من به اینا جون میدم، در حقیقت من کلمات رو از شنیدنی بودن به دیدنی بودن در میارم. من آب رو می‌نویسم، اون کلاه آ و اون ناز خواب ب، این سرشاری آب رو باید در بیننده و در شنونده ایجاد کنه. و یا عشق که می‌نویسم، اون دندونه‌های آبشار گوننده عشق باید واقعا یه آبشار عشق در وجود شما وجود بیاره. بسیار زیبا، یعنی من واقعا لذت گرفتم، مطمئنم که بینندگان و شنوندگان ما هم همین احساس رو دارن و از صحبت‌های شیوای شما ما در واقع سیر نمی‌شیم و صحبت زیاده، دوست داریم ادامه بدیم اما وقت برنامه‌مون اجازه نمیده و من میخوام که از شما یه خواهشی کنم. من میخوام با بینندگان خدافظی بکنم، ولی قبل از اینکه در واقع برنامه تمام بشه شما یکی از شعرهاتون رو برای ما بخونید. با کمال میل. من جونم، من شعر وطنی دارم، یه شعر وطنی دارم که فکر میکنم که جای دیگه هم خوندم، خیلی چیزه، شعری است که البته در مورد کار منم باور کن بسیاری بسیارانی در مورد کار من لطف کردن، شعر گفتن که البته اینا در یک کتابی داره جمع میشه، ولی یه شعری گفتم که خودم میخونم براتون، شعری است که بله. شما در انتهای خداحافظی من که شما برنامه رو با شعر شما تموم کنید. سپاسگزارم از شما نسیم جان نازنین، گلبانوی خوشچهره نیکوسیرت واقعا، و من افتخار میکنم واقعا به زنان ایران، افتخار میکنم به مادرم، به خواهرم، به دخترم، به همسرم، و افتخار میکنم به شما و همه بینندگانتون. من معتقدم که کاوه آینده ایران یک زن خواهد بود
و من درباره زن ایرانی باید شعر بخونم که پیش روی تو چو آینه نگه داشتهن، باورم گشته که در آینه گل کاشتهن. من معتقدم هر ایرانی که همسرش، دخترش، مادرش و دوست دخترش پیششه، باید اونا رو مثل یک دسته گل و یک باغ گل از اونا پذیرایی کنه. در ضمن من می‌خواستم از شما سپاسگزاری کنم، بسیار ممنون و سپاس فراوان. بعد اینم اضافه کنم که بعد از که این انقلاب که چرس کنم این دگرگونی که پیش اومد در امریکا، من اروپا رو نمیدونم، در امریکا بیشتر خانمای ایرانی زندگیشون رو چرخوندن. اگه خانما نبودن زندگیشون به جلو نمیرفت و بچه های بسیار خوبی الان موفق ترین بچه هایی که در امریکا هستن ایرانی ها هستن. بله مرسی از تو که دعوت ما رو قبول کردیم، تو برنامه ما اومدیم و همراه ما بودیم. به آخر برنامه نزدیک میشیم و برنامه رو با شعر زیبایی از جناب علی بزرگمهر میبندیم. قربان شما، سپاسگزارم. من از همینجا به همه علاقمندان شما و کار خود من درود میفرستم، به ویژه به اهالی نیشابور که همشهریان من هستن و رشتی ها. من شعرم روش آغاز میکنم و از شما بسیار سپاسگزارم. ممنونم، خدا نگهدار. میگه به نام نامی ایران زمینم، خجسته کشور مهرآفرینم، همایون خاک با عزت قرینم، همون جایی که باشد سرزمینم. به نام مردمان خوب و پاکش، به نام ذره ذره آب و خاکش، به نام نامی فردوسی پاک، به نام بابک بیباک بیباک، به خیام نظامی آن ابوالخیر، ستایش بر بتابت از خود و غیر، به نام خسرو و شیرین و فرهاد، به نام عشق فریاد فریاد، به مهر و مهرورزی عاشقی آب، به یاد مادرم آن نازنین ناب، به نام آن که مهرش در دلم هست، پدر آن ارجمند خوب و خوشته است، خلیج پارس تا مازندرانش، به نام رشت هم گیل زنانش، به نام شهر نیشابور و شیراز، سیه چشم آهوان ناز پرداز، به نام رستم دستان و رخشش، سیاوش برترین انسان و نقشش، به نام زال و البرز و الوند، عرس اترک کارون و اروند، به شیرم در پناه نقش خورشید، که دیدارش دهد همواره امید، به سبز و سرخ و هم سپیدش، به آزادی که می آید نویدش، به آرش آن بلند آوازه گرد که جانش را به راه عشق هیچ نشمرد، به فریاد دل ایران پرستان ندا آن مایه امید خستان، به سهراب آن جوان خفته در خاک که جاویدان بود نامش در افلاک، به کاوه آن نماد آهن و مشت که کوبید اژدها که زشت بر پشت، زنان آن مادران خوب و سرمست سرسخت، به شیرین دختران آماده بخت، به خونین جامگان مردان دلیران سرافرازادگان مرز ایران، به نوروز و بهار و شادمانی، به ایران سرزمین جاودانی، همه روز و شبانم یاد ایران، اهورایا برس بر داد ایران، که باشد سرفراز جاودانی به رسم روزگاران کیانی. سپاسگزارم و درود به همه شنوندگان و بینندگان ارجمند شما و سپاس از نسیم محسودی عزیز و دوستانی که در این راه با ایشون همراه هستند.